همراه اول، حامی هنر ایران زمین. همچنان در خدمت گروه دوست داشتنی فیلم قصر شیرین هستیم و در این بخش خیلی خوشحالیم که سرکار خانم ژیلا شاهی و همینطور بازیگران کودک دوست داشتنی فیلم خانم نیوشا علیپور و آقای یونا تدیون در کنار ما هستن. خیلی خوش آمدید، متشکرم. مرسی. خب خانم شاهی، خیلی اتفاقا برای من جذاب بود حضور شما توی فیلم و واقعیتش اینه که تیتراژ وقتی فیلم تموم شد توی تیتراژ دنبال اسم شما میگشتم و انقدر بر خود من شخصا حضور تاثیرگذاری از این کاراکتر ثبت شدش، انقدر خوشحالم که الان شما مقابل من هستین که میتونم اون سوالامو از شما بپرسم. برام خیلی مهمه که بدونم در واقع این پیشینه‌ای که باعث شد شما به این فیلم در واقع بپیوندین و به نظر من این حضور تاثیرگذار رو ثبت بکنین، اون پیشینه چی بوده؟ سادش، یعنی چطور معرفی شدم به این کار؟ و سابقه ای که از قبل هم داشتین در حیطه بازیگری؟ بله، من نزدیک 10 ساله که اومدم تهران و هدفم بازیگریه و خیلی براش زحمت میکشم. از شهر؟ از اردبیل. بله. من اومدم. لهجه شیرینتون. خیلی ممنون. من واقعیتش چند بار توسط گریمور کارمون جناب آقای محمود دهقانی معرفی شدم برای کارهای آقای محسن قرایی که نشد. امسال یه تئاتر رو تهیه کنندگی میکردن آقای قرایی که من دوباره توسط آقای دهقانی معرفی شدم، کار شد و آقای میرکریمی اون تئاتر رو دیدن و مجموعه این معرفی شدن ها و اون کار تئاتر باعث شد که من انتخاب بشم برای نقش نجمه قصر شیری. درست. خودتون مواجهتون با کاراکتر نجمه چی بود؟ چون این کاراکتر چه بسا حضور کوتاهی داره در بخش میان قصه، اما باری که به جهت دراماتیک وارد قصه و پیشبرد داستان داره خیلی مهمه. میخوام بدونم خودتون وقتی فیلم نامه رو خوندین نگاهتون به این کاراکتر چی بود؟ زنهایی مثل نجمه خیلی زن ناشناخته عجیبی. بله. عجیب که هستم ولی ناشناخته نیستم. ما به ازای بیرونی شما همه جا میتونیم ببینیم. برای منم همینطور بود. نمونه این زنها رو خیلی دیدم، زنایی که شرایط بهتری ندارن، انتخابهای بهتری ندارن و توی اون شرایطی که قرار میگیرن با اینکه شاید تحقیر رو تحمل میکنن، نفر دوم یک زندگی بودن رو تحمل میکنن، ولی دوست دارن که اون زندگی مورد نظر خودشون رو هم برای خودشون بسازن یا به وجود بیارن. برای من نجمه از اون دست زن هاست. بله. که با همه چی کنار میاد تا یه زندگی معمولی شاید داشته باشه مثل همه زندگی های دیگه، که حتی شاید اون رو هم ما میبینیم که ازش دریغ میشه. در واقع خیلی موقعیت لغزنده ای داره، یعنی کاراکترش هم یه جاهایی مثلا میتونه به ورطه منفی بودن. بله. یا مثلا از اون و در مثلا بچی بشه که حس ترحم رو جلب بکنه، ولی در نهایت به سلامت، به نظر من حتی از اون اقتدار و عشق زنانه رو به تعادل اینا رو حفظ میکنه و خب از قصه خارج میشه و من واقعا فکر میکنم که خیلی نقشای خوب و متفاوتی تو سینما ایران در انتظار شما خواهد بودش. انشالله که شما رو بیشتر خواهیم دید. خانم شاهی، متشکرم از شما. خب دو تا بازیگر عزیزمون آقای مهندس و خانم نیوشا خانو عزیزم، میخوام از شما بپرسم، بدونم که شما یه تجربه بازیگری قبل از فیلم قصر شیرین داشتین؟ بله، ولی تو سینما نه، توی تلویزیون. بچه مهندس. بله اونجا. ای بابا، خب دوباره مهندس. خب اونجا بازی کردیم. بعد چطور شد که با آقای میرکریمی و قصر شیرین معرفی شدین؟ مربی بازیگریم من اولا که تشکر میکنم از مربی بازیگریم که من پیشنهاد فیلم قصرشون رو داد. یه سو من گفت یه جا
یه فیلم به اسم فیلم سینمای قصر شیرین به کارگردانی آقای رضا میرکریمی داره میسازه. آقای رضا میرکریمی بله برو اونجا تست بده. من رفتم تست دادم قبول شدم. عزیزم تا حالا قبلا از فیلمای آقای میرکریمی دیده بودید شما چیزی؟ نه. نه. فیلمنامه رو از قبل خوندی یا اینکه همینجوری صحنه به صحنه شما رو در جریان میذاشتن؟ نه صحنه به صحنه. صحنه به صحنه. الان که فیلمو دیدی راضی هستی از این همکاری؟ خیلی صحنه های خیلی مهمی داشتی و بازی خیلی خوبی داشتی توی سکانس هایی که بودی و واقعا امیدوارم که آینده خیلی روشنی داشته باشی. نیوش خانم خودت دلت میخواد آیا نقش یا کاراکتر خاصی هست که دوست داشته باشی در حین این تجربه ها ایفا بکنی؟ چه نقشی رو بیشتر از همه دوست داری؟ منظورتون چی از کاراکتر؟ جای چه نقشی بازی بکنی؟ مثلا اینجا دختر یه خانواده‌ای بودی، حالا این ماجراها براش پیش میومد، دوست داری در واقع نقش خاصی که تو ذهنت باشه تو قصه ها خوندی یا دلت بخواد توش بازی کنی هست؟ من که هر نقشی دارم بازی میکنم، ولی نقش حرفه‌ای مثلا اگه نقش خطرناک باشه نه، ولی اگه نقش مثلا معمولی باشه نه. آفره باریکالله، نکات ایمنی رو هم در نظر میگیره. خب آقای مهندس صدعیان شما چطور؟ شما قبل از حضور توی فیلم قصر شیرین چه تجربه هایی داشتی؟ چی کارا کردی؟ از اونا بگید به ما. من سال 95-94 برای فیلم نقطه کور با کارگردانی آقای گلستانه فیلم داشتم. انتقادهای خوبی برامون پیش اومد. فیلم خوبی بود. من از اونجا دیگه روش کردم. آفرین بهت که رشد کردی. چطور شد از اون پروژه در واقع اومدی به فیلم قصر شیرین؟ در واقع شما بینشی بچه مهندس رو من کار کرد بچه پس دوتایی تو بچه مهندس. آفرین. اونجا هم من چون بچه مهندس ها الان حضور ذهن ندارم، خواهر برادر بودین؟ چه نسبتی مهندس؟ نه خواهر برادر جدا جدا بودین؟ آره ما مثلا یه پرورشگاهیه که من یکی از با بچه های پرورشگاهم که خیلی شیطونی میکنه و خانم بهناز جعفری که میشه مدیر پرورشگاه، چون من شیطونی زیاد میکردم هی مینداختم باری و با من انگار تو نقش لج داشت و یه جا مامان غیرتشو نشون داد و میکروفونو گفتش من خراب کردم و رفت انباری و من و رسول با هم گفتیم خانم جاهد ما این کار رو کردیم. داره خب اونجا هم پس ماجراهایی داشت عزیز انباری کلا. پس اونجا هم با هم دیگه بده بستون داشتیم. آفرین ما چقدر دوست داریم که شما رو ببینیم. فیلم بعدیتون چیه ایشالله؟ آقای میرکی فیلم یعنی سینما سینمایی نیست سریال تاریخیه میخواد آقای میرکی ما دوتا باشیم. به به ایشالله ما هم سب میکنیم ببینیم تو فیلم تاریخی میخواییم چی کار ببینیم. ایشالله اون خوب باشه. سریال تاریخی. مرسی بچه ها، خیلی حضورتون خوب بود. انشالله امیدوارم که در واقع همین که این نظرها به شما منتقل میشه بهتون انرژی بده برای کارهای بعدیتون و بدونید که در واقع این هنر رو تقویت بکنید. انشالله تا بزرگ میشید عشق بازیگری در شما بمونه. من یه انتقاد چی دارم؟ خواهش میکنم بفرمایید. که هر جا میرم تو جشنواره ها میگم چرا به بچه های جایزه نمیدن؟ یکی من به آدم بزرگا برای ما ارزش قائل بشن. ما به اندازه آدم بزرگا تلاش میکنیم زیاد کاملا تلاش. انتقاد شما بجاست. من خودم هم در واقع به عنوان یک کسی که نسبت به شرایط اشراف دارم اینو متوجه میشم که این اشراف در حق بچه ها هستش. بچه هم جایزه دوست دارن دیگه. دقیقا بازیگرهای خردسال واقعا باید بازیشون دیده بشه و زحمتاشون که بتونن برای کارهای بعدی با انرژی بیشتری بیان. من در آخر میخوام از گروهی تشکر ویژه کنم، از آقای میرکریمی، آقای قرایی، آقای مسگری، آقای زینی، آقای محمد صادق میرکریمی، اصلا کل گروه که ازشون میخوام تشکر کنم و بگم که دوستتون دارم. مرسی از شما. من همینطور. مرسی عزیزم از شما. سرکا خانم شاهی خیلی متشکر هستم از حضور مرسی. شما برای فیلم دوست داشتنی قصر شیرین و شماها آرزوی موفقیت میکنم. مرسی. ممنون هستم از شما بینندگان محترم کافه آپارات که با ما هستید. ممنونم.
37 جشنواره فیلم فجر، 10 الی 22 بهمن 1397.